پشت پرده قرآن سوزی در این کشور از سرشاخه هایی که در تهران خط می گرفتند مورد استفاده قرار داده بودند. به این ترتیب میشه در نظر گرفت که واقعا پشت این نوع قرآن سوزی ها به نوعی فعالیت های تبلیغاتی و پروپاگاندای رژیم اسلامی در همراهی و همگامی با درود به شما همراهان ارزشمند کانال. در این ویدیو به توافقات پنهان و آشکار دولت جو بایدن با مقامات جمهوری اسلامی پرداختیم. اما قبل از اون نگاهی داریم به حواشی سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رژیم ایران علی‌رغم قرار داشتن در لیست سیاه تحریم‌ها برای دومین سال پیاپی به آمریکا رفت تا به بهانه شرکت در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دروغگویی وانمود کنه که اوضاع جمهوری اسلامی و ملت ایران عادی و آرومه. حرفای ابراهیم رئیسی به حدی متناقض و دور از واقعیت بود که به قول منتقدین جمهوری اسلامی مرزهای دروغگویی رو جابجا کرد. سیامک، همونجور که خودت تو اشاره کردی، قرآن بلند کردن آقای رئیسی از اتفاقی است که قطعا توجه بسیاری رو در رسانه‌های اجتماعی و تا سالها جلب خواهد کرد به خودش، و در این بخش من میخوام به دو نکته‌ای که او در مورد قرآن مطرح کرد اشاره کنم. در بخش از سخنرانیش عیناً از روی کاغذ برای شما میخونم. آقای رئیسی گفتش که سوزاندن قرآن، منع حجاب در مدارس و تبعیض‌های نظیر آن شایسته انسان معاصر نیست و پشت پرده این نفرت پراکنی طراحی بزرگتری وجود دارد. این جمله آقای رئیسی با حقیقت منطبقه. در حقیقت بر اساس اونچه که در خصوص قرآن سوزی در کشور سوئد اتفاق افتاد، وزیر دفاع مدنی کشور سوئد تایید کرد که پشت پرده قرآن سوزی در این کشور ارتباطاتی با روسیه و برخی از گروه ها و افراد تندرو قرار داشته. همچنین این موضوع باز هم مورد راستی‌آزمایی پیش از این قرار گرفته که کمپین های اعتراضی که در کشور سوئد نسبت به قرآن سوزی برپا شد از سرشاخه هایی که در تهران خط می گرفتند مورد استفاده قرار داده بودند. به این ترتیب میشه در نظر گرفت که واقعا پشت این نوع قرآن سوزی ها به نوعی فعالیت های تبلیغاتی و پروپاگاندای رژیم اسلامی در همراهی و همگامی با روسیه قرار داشته. در بخش دیگری از صحبت های آقای رئیسی، باز آقای رئیسی گفتند که از روی کاغذ میخونم، قرآن توهین به عقاید را منع کرده و احترام به موسی و عیسی و ابراهیم را احترام به رسول خدا میداند. این جمله آقای رئیسی هم با واقعیت هایی که در 44 سال گذشته جمهوری اسلامی در برخورد با بهائیان دست کم داشته به شدت زیر سوال میره. ابراهیم رئیسی که خود رو منادی قرآن و مدافع اون مطرح میکنه، در رأس رژیمی قرار داره که از بدو تأسیس تا به اکنون حقوق اولیه شهروندی بهائیان رو زیر سوال برده. شاید بگید به نام بهاءالله در این متن اشاره نشده، وضعیت نوکیشان مسیحی و همچنین دیگر باورمندان به ادیان ابراهیمی می هم دست کمی از بهائیان نداره. بعد از سخنرانی رئیسی در سازمان ملل، فعالین سیاسی خارج و داخل کشور حرفهای رئیس دولت 13 رژیم ایران را مورد نقد قرار دادن. از جمله صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و حامی جمهوری اسلامی که بالاخره بعد از سالها مالکشی برای نظام در صف منتقدین حکومت قرار گرفت. به گفته زیبا کلام، سخنرانی رئیسی در سازمان ملل هیچ حرف جدیدی نداشت و هدفش خوشنود کردن رهبر جمهوری اسلامی بود، نه بیان واقعیت‌ها. سیامک جان، من فکر می‌کنم که اولین مسئله‌ای که باید در سخنرانی آقای رئیسی گفت این هستش که این سخنرانی در مجموع برای ایرانی‌ها قابل فهم بود و بسیار مردم جهان وقتی این سخنرانی ترجمه میشه براشون خیلی از بخشای اون رو نمیفهمن. مگه شما ایرانی باشید که بتونید بفهمید که مراد و منظور آقای رئیسی چی هستش؟ این نکته اول.
نکته دوم این که سخنرانی ایشون به نحو حیرت انگیزی و به نحو شگفت‌انگیزی یادآور نطق‌ها و سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد هستش. و نکته این که سخنرانی ایشون در برگیرنده هیچ حرف جدیدی، هیچ نکته قابل توجهی که به مسائل واقعی چه منطقه خاورمیانه، چه ایران، چه جهان منعطف بشه متاسفانه نداشت. یک سخنرانی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. شما با این برشک افرادی که دوربر آقای رئیسی هستن حتما آشنایی دارید. فکر میکنید متن این سخنرانی رو چه کسی تهیه کرده؟ چون برشک خودشون که قطعا این کار رو نکرده، شما برداشتتون هست که میکنید نوشته چه کسی سیم متن و چقدر اینا مخاطب شناسی دارن؟ یعنی اینکه مخاطب این سخنرانی بله بله من بعید به نظرم میرسه که این رو آقای عبداللهیان نوشته باشه، برای اینکه آقای عبداللهیان به هر حال یه مقداری وارد به مسائل بین‌الملل هستند و یک مقداری شخصیت ایشون یک مقداری معتدل و میانه رو هستش. فکر میکنم طیف پایداری طرفداران آقای احمدی نژاد که در دولت آقای رئیسی هستند، فکر میکنم اونا این سخنرانی رو نوشتن. چون همونجوری که گفتم سیامک جان، عجیب آدم میتونه چشماشو ببنده و فرض بگیره که این آقای احمدی نژاده که اومده داره در سازمان ملل صحبت میکنه. ببینید ما مشکلات این سخنرانی عزم خواهب صحبتتون رو قطع میکنه. فکر میکنین سخنرانی مخاطبش شخص رهبر جمهوری اسلامیه؟ یعنی ایشون در واقع داره به آقای خامنه‌ای صحبت میکنه در تریبون بین المللی سازمان ملل؟ ببینید قطعاً هم خود ایشون هم کسانی که این سخنرانی رو نوشتن هدفشون ارضاء و خوشنودی رهبری بود و نه پرداختن به واقعیت‌ها. می‌خواستن مطالبی رو بگن چون می‌دونستن که رهبری داره به اینها گوش میده و میخواستن به ایشون بگن که ببینید حضرت آقا، ببینید ما چقدر داریم از مواضع ایدئولوژیک نظام دفاع میکنیم، ببینید ما چقدر پایبند هستیم، ببینید ما برخلاف روحانی و دیگران هیچ لبخندی به غربیا نشون نمیدیم و هیچ گونه نگاهی به اونها که پاکی از این باشه که ما میخوایم با شما مراوده‌ای داشته باشیم نمی‌کنیم و با تمام وجود از ایدئولوژی نظام دفاع می‌کنیم. من فکر کنم هدف اصلیش این بود و نه پرداختن به واقعیت‌های ایران منطقه. ببینید ایشون مثلا به عنوان مثال ایشون اشاره کردن به انرژی پاک، واقعیت هم بر این هستش که جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با ترکیه، در مقایسه با عربستان، در مقایسه با امارات، میدونید در مقایسه با کشورهای منطقه به نحو غم‌انگیزی ما عقب هستیم از نظر هزینه و سرمایه گذاری در انرژی پاک. بعد وقت ایشون مثلا میگن راجع به انرژی یا در یه بخشی دیگه از صحبتاشون وقتی ایشون صحبت از پیروزی نهضت‌های آزادی بخش کردن، افغانستان هم آوردن، یعنی طالبان رو ما باید به عنوان پیروزی نهضت‌های آزادی بخش بدونیم. در کلام ایشون، در نطق طولانی ایشون نه راجع به فقر صحبت کردن، نه راجع به تبعیض نژادی صحبت کردن، نه راجع به محیط زیست صحبت کردن، نه راجع به نابودی جنگل‌های ایران صحبت کردن. ببینید راجع به هیچ کدوم نه راجع به که در یک سال ایران گذشته در ایران رخ داد 500 چند نفر در ایران کشته شدن. بله بفهم. در خصوص مهمترین مسائل ایران که برمیگرده به اعتراضات یک سال اخیر، ایشون چند ثانیه بیشتر به اصطلاح وقت صرف نکردن، اختصاص ندادن. اون چند ثانیه هم همون تم همیشگی، همون ترجیبند همیشگی اسلامی که کار دشمن هستش، کار مخالفین هستش، و گفتن این برنامه ریزی ها رو
غربی ها کردن بدون اینکه کوچکترین اشاره ای بکنن در خصوص واقعیت های جامعه ایران، یعنی کلامی از واقعیت های جامعه ایران متاسفانه در سخنرانی ایشون نبود. علاوه بر این، حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک و سخنرانی بی‌محتواش در سازمان ملل با انتقاد گسترده از طرف سیاستمدارای دنیا و همینطور رسانه‌های جهانی و فعالین حقوق بشری مواجه شد. تا جایی که یکی از سناتورهای مجلس سنای آمریکا رئیسی و قصاب تهران نامید. سناتور جمهوری‌خواه جونی ارنست با انتقاد از حضور رئیسی و هیئت همراهش در خاک آمریکا گفت: قصاب تهران در حال حاضر با ویزای تایید شده در خاک ایالات متحده است، در حالی که در فهرست افراد تحریمی آمریکا قرار داره به نیویورک سفر کرد. از همه بدتر، در سازمان ملل هم به تبلیغات رژیم تروریستیش پرداخت. این سناتور در کنفرانس خبری هفتگی سنا تاکید کرد: همه ما 11 سپتامبر رو به یاد میاریم، روزی که ملت ما بزرگترین حمله تروریستی رو متحمل شد. اما 11 سپتامبر امسال جو بایدن 6 میلیارد دلار پول به دست دولت شماره 1 حامی تروریست در دنیا رسوند تا با چراغ سبز نشون دادن به فعالیت‌های خشونت‌آمیز و افزایش توانمندی‌های هسته‌ای رژیم ایران، آمریکایی‌های بیشتری را در معرض خطر قرار بده. سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم که در زمان سخنرانی رئیسی در این کنفرانس با عکسی از مهسا امینی به سمت رئیس جمهور رژیم ایران حرکت کرد و سپس سالن سخنرانی را ترک کرده بود، با انتشار ویدیویی از نمایش تصاویر قربانیان جمهوری اسلامی در حساب کاربریش در ایکس یا همون توییتر سابق نوشت: رهبران جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب، گرسنگی دادن و کشتن مردم ایرانن. وحشت را صادر می‌کنند و به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای میرن. حالا جهان باید بیدار بشه، به صدای ایرانیای بیپناه گوش بده و این رژیم و بابت جنایاتش پاسخگو کنه. اما متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در کنفرانسی خبری در پاسخ به انتقاد درباره چرایی دادن اجازه ورود به ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به آمریکا، به سنت میزبانی از نمایندگان خارجی بدون توجه به سیاست‌های کشورشون تاکید کرد و اینطوری روی دادن ویزا به مقامات جمهوری اسلامی ماله کشید، از جمله درباره رئیسی که در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داره. میلر در پاسخ به وجود نگرانی‌هایی در زمینه تحرکات نامحدود دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اعمال مجدد محدودیت‌های قبلی وجود نداره. از طرفی در مهمترین روز در تقویم سیاسی معاصر آمریکا، یعنی 11 سپتامبر که روز حمله تروریستی به برج‌های تجاری آمریکا و در نتیجه مرگ هزاران شهروند آمریکایی بود، دولت بایدن توافق تبادل گروگان با حکومت تروریست پرور ایران را نهایی کرد. بایدن حتی به اجرای سناریوی حکومت ایران برای همزمان شدن آزادی گروگان‌ها در تهران و ورود هیئت جمهوری اسلامی و در رأس اون ابراهیم رئیسی به فرودگاه جان اف کندی نیویورک تن داد. همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارشی از بالا رفتن سطح فروش نفت ایران منتشر کرد. در این گزارش اومده بود که افزایش صادرات نفت ایران پیامد مستقیم سیاست تازه دولت جو بایدن در چشم پوشی از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامیه. به نوشته بلومبرگ، مقامات آمریکایی در گفتگوهای خصوصی اذعان کردند که دولت بایدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی را به تدریج کاهش داده. بنابراین اینطوری به بقای رژیم ایران کمک کرده. با نگاهی اجمالی به عملکرد دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی، دیگه برای همه آشکار شده که پشت پرده برای بقای حکومت خامنه‌ای به شدت فعالن و از هیچ توافق پنهان و آشکاری کوتاهی نمی‌کنن. حتی این گمانه‌زنی‌ها پیش اومده که این ملاقات‌ها از طرف نمایندگان دولت‌های طرفین مستقیماً در آمریکا انجام شده. چه بسا بعید نیست مثل زمان رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا، جو بایدن هم در تماسی تلفنی با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره کرده باشه. تاریخ گواه این چنین برگ‌های سیاه از خیانت دولت‌های غرب و شرق در حق مردم ایرانه که بعدها برملا شدن. اما در نهایت بعد از سقوط دیکتاتورها، مردم دست دولت‌های بیگانه را از سرنوشتشون کوتاه کردن. پس تاریخ باز هم تکرار میشه و در انتهای این مسیر قطعا مردم پیروزن. همراهان آگاه و اندیشمند، سپاس که تا آخر همراه ما بودید. لطفا نظرتون رو در کامنت بنویسید و با به اشتراک گذاری این ویدیوها در نشر آگاهی سهیم باشید.